چی؟ فقط برای یه شب؟ یعنی چی آخه؟ نه نه، نمیذارم بری. باید یه هفته پیش من بمونی عزیزم. آخه مادر جون باید برگردم، دانشگاه دارم، امتحانم شروع شدن. داداش قیصر گفت یه شب داره میاد، گفتم منم باهاشون بیام. این چه کاریه پسرت کرده؟ حداقل خبر میداد که این داره میاد. مادر جان، این خودش نذاشته. چرا؟ فکر کردم شما نمیذاری، واسه همین. واه، برای چی نباید بذارم دخترم بیاد به خونه خودش؟ مادر جان، آخه فعلا خونه نامزدشه، مردم چی میگن اون وقت؟ مردم برن به جهنم، این عروس این خونه نیست، دخترمونه. مگه نه؟ ماشاءالله. یه لحظه وایسین، یه عکس بگیرم. ببینم اسمت چیه؟ بله؟ ازت پرسیدم که اسم شما چیه؟ جمال. جمال، رابیوف بریم. چرا؟ میگم رابیوف. آقا، من چی کار کردم؟ گفتم بیا بریم، وقتی که رسیدیم اونجا بهت میگم چه غلطی کردی. یه لحظه. اونی که تو الان میخوای بهش زنگ بزنی بابای همونیه که علیهت شکایت کرده. آقا خبر بده کی بر علیه من شکایت کرد؟ آخه مگه من چیکار کردم؟ آقا بگو چه اشتباهی کردم؟ یه بار بالا سوار شو، برو تا بهت بگم چیکار کردی. من یه عالمه عکس از شامیر دارم، میخوای نشونت بدم؟ باید یه زنگ بزنم. به شامیر زنگ بزنی؟ نه نه، میخوام به مادر و پدرم زنگ بزنم و باهاشون حرف بزنم. آها باشه، زنگ بزن، من میرم غذا رو آماده کنم. گوشیتونه، گوشی شما رو میخواست. ای بابا، تو گوشیتو نیاوردی؟ باشه، بگیر زنگ بزن، من الان برمیگردم. ببینم تو به این زودی میخوای اینقدر پول دار بشی؟ میخوای از ما جلوتر بزنی ها؟ آره؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشن. بگو. نفله. مادر جان، عروس خوشگلتون رو ببینیم. ماشالله ماشالله، بسم الله بسم الله، چشم بد دور دخترم. ماشالله ماشالله عزیزم، بسم الله، چقدر لباسش قشنگ شده. برای چی اینطوری چشاتون رو گرد کردین؟ دخترم چشم میخوره. پاشو پاشو برو ببینم، پاشو برو.
بیا برو بیرون صدقه بده. برو برو. برید برید. نشستن زور زدن. زبیده، بهت نمیگفتم انگار لباسو برای خودش دوخته، ولی تو هی میگفتی نه. مادر جان، برای این میگفتم که یکی آرزوهاش به این وصله. مادر، هر کسی به همونی میرسه که تو قسمتش نوشتن. هوری هم این لباس قسمتش بوده. اون دخترم... باشه باشه بسه. این لباسو برای هوری دوختن. بگو دخترم، خوشت اومده؟ ها؟ قشنگی. من برای عروسش میخوام 20 تا لباس بدوزم. مادر جان، این حرفا چیه؟ شما باید عروسیشونو ببینی. آره، عروسیشونو میبینم. اصلا الان عقدشونم میخونی. ربیه، تو قوتیت یه زنگ هستش که عکس نشون میده. به شاهمیر یه زنگ بزن. منم الان عقدو صدا میکنم بیاد عقدشونو بخونه. به چی نگاه میکنی؟ به شاهمیر زنگ بزن. مادر جان، برای چی یه دفعه دارین همچین کاری میکنین؟ شماها رسم و رسوماتتون رو بعدن بگیرید. من میخوام به آرزوی قلبیم برسم. مادر جان، الان مادر پدرش هم اینجا نیستن، مگه میشه؟ خب که چی؟ قیصر که یه قوطی دیگه داره، اونا رو هم تو اون بیار. رویه، پاشو برو قیصر رو صدا کن. این مادر جان چی داره میگه؟ برو دیگه. چی فکر کردی؟ پسر جلومو میگیره؟ هوری، چرا از این میپرسی؟ این خودشم دلش میخواد، وگرنه کدوم دختری همینطوری میاد خونه ی فامیل شوهر؟ مادر جان، مردم چی میگه؟ فامیلمون چی میگه؟ دختر آوردن خونه و عقد کردن. بقیه رو ول کن، ما خودمون دلمون میخواد کارمونم میکنیم. قیصر، ببین مادر جان چی داره میگه. چی شده؟ میخواد هوری رو عقد کنه الان. مادر جان، من دیگه طاقت ندارم. از دیروز که اومده این خونه فقط دارم شادی و برکت توش میبینم. میگم کاری که باید انجام بشه رو امروز تمومش کنیم. مادر جان، آخه تو برو عقد، غلام علی رو صدا کن و بیار، بهش بگو دوتا کلمه بخونه عقدشون کنه. برو دیگه، وایسادی چی رو نگاه میکنی؟ میری یا خودم پاشم برم؟ مادر جان، شما اول ببینی شامیر الان کجاست، داره چیکار میکنه، اصلا میتونه آنلاین بشه؟ باشه، بهش زنگ بزن. بعدم بگو مادر جان داره نفسای آخرشو میکشه، میخواد باهات حرف بزنه. زنگ بزن دیگه. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ الو شامیر، مادر جان میخواد باهات صحبت کنه. الو شاهمیر، چی کار میکردی؟ باشه، یه کاری کن، وضو بگیر و بشین. یه کاری دارم دیگه، همین که بهت میگم انجام بده. پانشی بریا، اون وقت دیگه من میدونم با تو. وضو بگیر و بشین، الان دوباره بهت زنگ میزنم. آره باشه، خداحافظ. اینو ببندش. بیا قیصر، میری عقدو بیاری یا اینکه خودم پاشم برم؟ ها؟ نه نه، الان میرم. داداش قیصر، من نمیتونم عقد کنم.
قبل اینکه اینو ببینم نمیدونستم برای چی اینجایی، ولی اینو که دیدم از همه چی سر در آوردم. البته تور تو خیلی خوب انداختی، ماهی هم گرفتی، ولی خبر نداری که بابای این ماهی کوسه است. با یه حرکت میتونه از زندگیت ساقطت کنه. اینطوری خوبه دیگه نه؟ دیگه برو و یه زندگی جدید برای خودت بساز. هوری، وایسا ببین چی میگم. هوری سلام عمو جان. شفی روشنشو لطفا. شما چطوری زنمو؟ من خوبم. ببینم خانوادت خوبن؟ همه خوبن. سلام رسوندن بهتون. آه سلامت باشن. تعارف نمی کنید بشینم؟ من حتی نمیخوام ریخته تو ببینم با اون کاری که کردی. برای همین بود نمیخواستم دخترم رو به شما بدم. باید درس بهش میدادم عمو جان. قرار فردا عضوی از اون خونه بشه. با این کاری که کردی از تصمیمی که گرفتم پشیمونم. ولی من اصلا پشیمون نیستم. من هر کاری که کردم به عنوان پسر خانواده، به عنوان برادرش، وظیفه خودم دونستم. شما هم اینجا نبودین عمو. اگر شما توی شهر بودین شاید اینطوری نمیشد. خودتون بگین چه کار میکردم. شما خودتون خوب میدونید عمو جان، ما برای آبرومون سرمونو هم میدیم. این که دیگه بحث غیرت بود. هوری دختر خیلی با نزاکتیه قیصر. هیچ وقت نمیذاره لکه ای روی آبرو و غیرتت بیفته، چون باباشم از همون خونهیه که تو توش بزرگ شدی. ولی زنمو اون تو محیط دیگه ای بزرگ شده، باید درسی بگیره که حدودشو بفهمه. اون میفهمه. برای همینم به جز جمال همه دوستاش دخترم. خب سوال همینجا زنمو، اگه همه دخترم پس جمال چی کار هست؟ برای اینکه جمال یه پسر معمولی نیست، اون یه پسر خیلی شریف و مؤدبه. اون فقط توی درسای هوری بهش کمک میکنه، حواشو داره. خب مگه چیه؟ حتی اگه شما هم درست بگین، فقط به هوری اعتماد دارم. هیچ اعتمادی به نیت اون پسره ندارم.
خب بگیدم اون با اون پسره چی کار کنم؟ اگه به شما بسپرم دوباره همین میشه. نه، تو لازم نکرده کاری کنی، خودم حسابش رسیدم به روش خودم. باشه، اگه روش شما رو درک کرده همون براش خوبه، وگرنه خودم حسابشو میرسم به روش خودم. خداحافظ. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.